روانشناسی استبداد، چرا اینقدر به خودشیفته ها، به سایکوپت ها، سوسیوپت ها پیله کرد؟ به دلیل اینکه من نگاه میکردم دیدم از سالهای 86 که من به آمریکا اومدم حداقل 11 تا مقاله پیدا کردم که از همون ابتدا زیربنای روانی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، خودشیفتگی یا اختلال شخصیت رایج در جوامع دیکتاتوری، زیربنای روانی دموکراسی چیست و دشمنان دموکراسی کیستند. چرا به قول این دوست و همکارم یا موانع روانی استقلال و آزادگی، فکر کردم من چرا اینقدر به این موضوع به قول همکارم پیله کردم. جوابی که برای خودم پیدا کردم این بود که منم مثل خیلی از شماها در آمریکا تحصیل کردم، در آمریکا دکترامو گرفتم، 9 روز بعد از فارغ التحصیلیم رفتم ایران به دلیل اینکه عشق داشتم که تو اون سرزمین کار کنم. و خب انقلاب شد و 7-8 ماه بعد از انقلاب ما رو از دانشگاه اخراج کردن و ما مجبور شدیم دوباره سرمون رو گذاشتیم، جاپامون رو برگشتیم در اینجایی که حداقل بچه‌هامون به دنیا اومدن. ولی من از همون ابتدایی که آمدم اینجا که تقریبا 8-7 سال بعد از انقلاب بود، چون بعد از اینکه از دانشگاه من اخراج کردم مطب خصوصی باز کردم در تهران و نیومدم بیرون، چند سال جنگم اونجا بودم و بعد متوجه شدم که ما موقعی که آمدیم اینجا بیشتر فرصت بود که اصلا از خودمون بپرسیم چی شد بهار آزادی و آزادگی. و در اینجا یه چیزی جمله‌ای نوشتم که خودم امروز نگاه کردم دیدم جمله خوبیه، به قول اون پادشاه قاجار وقتی خواندیم خوشمان آمد و دیدم که من اینجا نوشتم که چه می‌شود که ملتی با ایثار فداکاری و هیجان و شور تمام نیروهای خودش رو، ثروت خودش رو، سرمایه های خودش رو در طبق اخلاص میذاره که با دیکتاتوری مبارزه کنه، ولی در مدت کوتاه زمانی بلا فاصله به ذریح دیکتاتوری به شدت بدتر و بدخیمتر قندیل حاجت آویزون میکنه. چی میشه که یه ملتی بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد، بعد دوباره میره زیر پرچم حزب، فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. آخه چی میشه؟ روان جمعی ما چه اتفاقی توش میفته که اینجوری ملق میزنی؟ و این موضوع منو به فکر فرو برد، نه فقط فکر بلکه به تحقیق و تجسس فرو برد. این مسئله باعث شد که من سالها از عمرم رو گذاشتم رو مطالعه روانکاوی انقلاب ایران در سطح رهبر و پیروان. و خب کتابی شد که هر وقت سلامتی بنده فوت کردم این کتاب منتشر بود. علتش هم اینه که همسرم زنده یاد از من خواهش کرد که هیچ وقت این کتاب رو چاپ نکنم، با وجود اینکه آماده شد، چون ماجراهای سلمان رشدی و اینا رو دیده بود و میگفتش که یه اتفاقایی هم افتاد که یعنی یه بخشی از این کتاب رو من برای عزیزی در ایران فرستاده بودم و ایشون برای من یه نامه‌ای نوشتش که این کتاب رو قسمت‌هایش من فرستاده بودم که اون نگاه کنه اگر تصحیحی داره انجام بده. نوشته بود این قسمت‌ها رو لطفاً برای من نفرست به دلیل اینکه دوستان این بار فتوکپی رو به جای اصل برای من پست کرده بودن. یعنی کتاب رو باز می‌کنم، پستایی که برای آدمای مخصوصی میرم باز می‌کردن، کپی می‌کردن
میفرستدن یه دفعه عوضی کپیشو گذاشتن به جای اصل. در نتیجه ما فهمیدیم که خب یه مقداری حساسیت هست و اینا. بعدم که اتفاقای دیگه افتاد، به هر حال من در پروسه تهیه این کتاب با بیشتر و بیشتر با روانشناسان و روانکاوانی که رو مسئله دیکتاتوری و استبداد کار کرده بودن هم آشنا شدم و هم کار کردم و هم یاد گرفتم و به هر حال به جایی رسیدم که متوجه شدم که مهم نیست ما چند بار در ایران انقلاب کنیم، مهم اینه که ما با فرهنگ سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری اول آشنا بشیم و بعد متوجه بشیم که خودمون چقدر از این سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری درون خودمون وجود داره و بعد ابتدا با این دیکتاتور درونی خودمون به یک آشتی و به یک در واقع صلح برسیم تا بعد جزء افرادی باشیم که نه دنبال سلطه‌جویی بریم نه دنبال سلطه‌پذیری بریم. بنابراین دیدم مصیبت بزرگتر از فقط ظهور یک دیکتاتوره و احتیاج به واقعا تلاش جمعی داره و احتیاج به آگاهی و فرهنگ سازی داره. بعد تو این پروسه یادم یه استادی رو من ملاقات کردم در دانشگاه برکلی که من بهش گفتم که تو اگر میخواستی به یه جمعیتی یه دونه قرص بدی که بخورن و یه مسئولیتی برای این که با دیکتاتور فسینیت نشن، هیجان زده نشن، به اصطلاح دنبالش نرن، یه قرص اگه میتونستی داشته باشی بدی آدم رو بخورن که وقتی دیکتاتور میبینن به شوق نیان، به شعف نیان، کمر خدمت نبندن، نوکر معاوی رو نپذیرن، این قرص چیه؟ این آقا از شاگردان هربرت بلومر بود در دانشگاه برکلی. به من گفتش که let me think about it. یه خورده فکر کرد، نهار با هم میخوردیم، یه خورده فکر کرد، بعد اون برگشت گفتش که شاید من اون قرصم این بود که به مردم میگفتم، به آدم ها میگفتم که دیکتاتور قدرتمند نیست، بدبخت، مفلوک، ذلیل، ترسیده ای هست که یاد گرفته نعل وارونه بزنه. گفت به محض اینکه تو بفهمی دیکتاتوری موجود مفلوک، ذلیل، ترسیده، بی‌اعتمادی هست باهاش فسینیت نمیشی. این که میگن کریزما داره، فلانی کریزما داره، هیتلر کریزما داشت، ترامپ کریزما داره، نمیدونم آقای خمینی کریزما داشت، نمیدونم، این مسئله نیست. بعد گفتم که اینو گفت، بعد گفتش که و یک چیز دیگه و اون اینه که دیکتاتور از تو بیشتر از اونی که تو از اون میترسی میترسه. این دوتا رو بدون. خب من رو این دوتا خیلی فکر کردم و بعد خب رفتیم تو تئوریای رشد شخصیت و اینا شروع کردیم یه مقدار کار کردن. من یه دونه برگ رو اینجا میذارم که بعد اگر انجمن متخصصی خواست تکثیر کنه خدمت شما بده. این تئوری خود منه تو روانشناسی که تلفیقی از روانکاوی غرب و عرفان شرق، چون حالا تو عرفان شرق هم به نوعی دیگه مسئله سلطه مطرح میشه. بعد خب من رفتم تو این جریانی که ببینم چی میگذره. الان خیلی سریع من مثلا 900 صفحه کتاب خانم مارگریت مالر رو توی 9 جمله میخوام به شما بگم و اون اینه که کودک انسان از به دنیا وقتی که میاد گرفتار یک توهم طبیعی هست و اون اینه که خودش رو تمام جهان میدونه، تمام هستی خود کودک.
این مرحله رو که آتزیم بهش میگن یک ماه طول میکشه، بعد این 100 میلیون سلول مغزی که درون مغز ما هست شروع میکنه با هم ارتباط برقرار کردن، با محیط ارتباط برقرار کردن، شبکه‌های ارتباطی مغز به تدریج باعث میشه که در حول و حوش 6 ماهگی کودک متوجه وجود مادر میشه یا کسی بیرون از خودش. البته یه مرحله وسط رو من فاکتور گرفتم که مرحله همزیگری یا همبودیه، که بعد کودک اول فکر کرد تمام هستیه، بعد اومد فکر کرد من و مادر همه هستی هستیم، بعد اومد دید مادرم جز اون نیست، مادر جداست اون جدا. وقتی که این مرحله شش ماهگی کودک سپریشن رو تجربه کرد، اولین تلیعه‌دار دوران سپریشن برای کودک اضطرابه. اضطراب چی؟ اضطراب وانهادگی. ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده و او صیاد رفته باشد. یعنی بچه در این حاله که حالا که مادر من نیستم، اگر مادر منو ول کنه بره، من که نمیتونم راه برم، نمیتونم غذا بخورم، نمیتونم از خودم مواظبت کنم، نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم به دنیا بگم چی. بنابراین بزرگترین ترسش اینو وابسته به مادر میکنه که مرکز قدرته. این آغاز شیفتگی ما به مرکز قدرت از وحشت، از وحشت ضعف و ناتوانی. و دیکتاتورها رو این ترس و وحشت خیلی سرمایه گذاری میکنن. حالا بعد از این مرحله شش ماهگی میاد بیرون و بچه میرسه به یه مرحله که در هلوهوش دو سالگی کم کم اتانومی یا استقلال روانی کودک میخواد شکل بگیره. توی این مرحله چه بر سر کودک اومده که این خونه چهارم اینجا هست، اگر کودک از مادری یا پدری نسبتاً خوب برخوردار بود، در حول و حوش 2 تا 4 سالگی متوجه این میشه که نه من قادر مطلقم، نه تو قادر مطلقی. من یه توانایی دارم، تو هم یه توانایی داری، من به تو احتیاج دارم و تو این احتیاج رو با عشق برآورده میکنی و من هم در حد قدرت رو به افزایش خودم از کاری که دستم بر بیاد برای تو میکنم. اینو میگن healthy socialization، اجتماعی شدن نرمال. حالا اگر این شرایط بد بود، یعنی مادری و پدری نسبتاً خوب و فراهم، اینم بگم مادری پدری کامل نداری ولی نسبتاً خوب، اگر این نبود، امکانات نبود که مثل کودکانی که مادر پدران بیمار روانی دارن، مادر پدران معتاد دارن، مادر پدران خشن دارن، مادر پدر ندارن، در خشونت و به اصطلاح وحشت زندگی میکنن، تروماهای متعدد تجربه میکنن، مثل تروماهای جنگ، مثل تروماهای قحطی، مثل تروماهای طبیعی و غیره، اگر این اتفاقها افتاد تو زندگی کودک، کودک برای بقاء خودش مجبور 3 تا تخیل و توهم رو به عنوان گماشته های حفاظتی خودش، پاسداران حفاظتی خودش نگه داره. این 3 تا گماشته عبارتند از اولیش grandiosity and omnipotency، یعنی قادریت مطلق و برتری من بر همگان. چرا؟ برای اینکه نابود نشه باید گرفتار یه توهمی بشه که خودش رو حفظ کنه. کسی که به دادش میرسه این مسئله قادریت مطلق و خود برتر بیدی. خب یاد یه تیکه هایی از آقای ترامپ افتادم که میگفت هیچ کس اقتصاد آمریکا رو به خوبی من نمیدونه، هیچ جنرالی ارتش آمریکا رو به خوبی من نمیدونه، هیچ اکادمیشیانی به اندازه من نمیدونه که چی هیچ همه اینا رو میدونه. نه یکی هم فلانی داره. بنابراین این مسئله اولی
همین قادریت مطلق grandiosity and omnipotency. این یکی. دومین چیزی که به دادش میرسه چیه؟ توهم distortion of reality via denial. دگرگونی، واژگونی، دگرپنداری، بازسازی، دگرنمایی واقعیت ها از طریق سرباز انکار. انکار هرچی که منو میترسونه، انکار هرچی که دوست ندارم و به جاش تخیل آنچی که دوست دارم. I didn't lose election. I'm a winner. شست هم دادگاه گفتن آقا نگاه کردیم دوباره که شمردیم بدتر شد وضع تو. I'm not a loser. یا لنگش که تو کشور خودمون نشست آقای خامنه ای. نمازو تو قدس قرار بود بخونیم نخوندیم، کربلا رو قرار بود چیکار کنیم نکردیم، کاخ سفید رو قرار بود حسینیه کنیم، حالا الان میگیم 9 ساعت دیگه دارم دو تا موشک میندازم، مطمئن باشین اونجا یه وقت یه سرامیک نمونده باشه بشکنه. بنابراین تخیل و بازآفرینی جهان واقعی آنگونه ای که به من آرامش بده از طریق انکار. و سومیش ایجاد یک شبکه حفاظتی عجیب و غریب، چون من به هیچ کس، حتی این چشمم به این چشمم اعتماد ندارم. و این خصلت دیکتاتور هست که سیستم پلیسی و حفاظتی شدید به وجود میارن به دلیل اینکه به هیچ کس اعتماد ندارن. شما جهت اطلاعتون طبق گزارش هایی که به همه جای دنیا رسیده، آقای خامنه ای در 7 حلقه حفاظتی سری زندگی میکنه، یعنی 7 خان رستمو باید بگذرونن و تو هر آخرش هم که دیدید تو نزدیکترین حلقه هاش عوامل نفوذی داره. ولی اینا از وحشت این که هیچ کس قابل اعتماد نیست احتیاج به این حلقه های حفاظتی داره. حالا وقتی ما اینا رو میدونیم میان میریم میگیم که بریم بررسی کنیم به عنوان روانکاو و روانشناس، که خب 43 سال من این کار رو میکنم. وقتی یه مراجع میاد تو مطب من میخوام ببینم که به اصطلاح فاندیشن یا پایه ها یا استرکچر زیربنای روانی او چگونه هست، چون رابطه با من داره برقرار میکنه دیگه، من باید اونو بشناسم، با سوالهای مختلف باید اونو به اصطلاح بشناسیم و برآورده کنیم. 7 حالا ما یه عینکی هم داریم که این رهبران دیکتاتور معمولا توی یکی از این کتگوری های اختلالات روانی میفتن. سادیست ها، سادیستیک، پارانوید ها، مشکوک ها و سوء زن ها، انتی سوشال ها، ضد اجتماعی، شخصیت های ضد اجتماعی، نارسیست ها، خودشیفته ها. خب حالا وقتی، حالا اسکیزوئید ها گاهی توشون هست، ولی ما این چیز رو نگاه، این 4 تا رو میخواییم نگاه کنیم. وقتی ما به این 4 تا میپردازیم، یه ذره سر بزنیم به ساختار شخصیتی دیکتاتورهای به اصطلاح شناخته شده تاریخ. هیتلر پدرش فرزند نامشروع بود که مادرش در موقعی که در خانه یک یهودی آلمانی کارگری میکرد، از تجاوز پسر اون خانواده
این پدر هیتلر به دنیا آمده بود و وقتی که حامله شده بود اون خانواده هم اینو اخراج کرده بودن و مادر بزرگ هیتلر در سخت‌ترین شرایط سرمای آلمان زیر یک پله این نوزاد رو به دنیا آورد و ازش مراقبت کرد و بعد در نتیجه این پسر وقتی بزرگ شد ضد اجتماعی بود، معتاد بود، مشروب خور شدید بود و غیره، اون وقت این پدر به اصطلاح هیتلر هست. بعد برمیگردیم فرض کنیم به همین آقای دونالد ترامپ خودمون، شازده پسری که وضع مالیش خوب بوده، اما شما وقتی الان چون انجمن روانشناسان آمریکا مطالعات زیادی رو ایشون کرده و تشخیصهای زیادی دادن، ایشون یک برادر بزرگتر داشته که اون برادر بزرگتر به شدت مورد توجه پدر بوده و دونالد رو پدر اصلا دوست نداشته چون بچه شروری بوده، بچه‌ای بوده که از مدرسه چند دفعه بیرونش کردن چون دست می‌زد زیر دامن دختران بچگی. البته بزرگم که شد این عادت یادش نره، اما به این دلیل چند بار از مدرسه بیرون شده، به همین دلیل پدرش برده گذاشته یه مدرسه نظامی. بعد پدر مکرر بهش میگفته که از پسر اولش افتخار میکنم بهش و تو باعث شرم من هستی. تا اون پسر اول در اثر حالا اون فشارهایی که بهش اومده بوده و خب خیلی خوب درس خونده بوده و اینا به الکل پناه میبره و در اثر زیاده روی در الکل و مواد میمیره در سن خیلی جوانی و وقتی میمیره یه فرصت طلایی برای دونالد پیدا میشه که حالا بیاد بشه محبوب پدر در قیاب اون برادر و این واقعیت داره که دونالد ترامپ هیچ وقت دست به مشروب نزده، به مواد مخدر دست نزده، حتی در مهمانی‌های کاخ سفید مشروب نمیخوره به دلیل اینکه پدرش ازش یه همچین قولی گرفته که هیچ وقت به خاطر پسر اولش که از دست داده هیچ وقت این کارو نکنه. ولی که پشت روح او یه موجود طرد شده، خواسته نشده، یه نفری که بالاخره وقتی یکی مرد اومد نشست جاش، نه برای خودش. حالا برگردیم بریم سراغ آقای خمینی. دیگه من راجع به آقای خمینی به عنوان اتوریتی میتونم حرف بزنم چون دو سال از نزدیکترین کسانش راجع به زندگیش مطالعه کردم. آقای خمینی طفلی بوده که پدرش در یک دعوای ملکی که این حکم بوده، پدرش حکم بوده در یک دعوای ملکی بین بروجرد و عراق توسط اشرار اون طرفی که این حکم بر به اصطلاح باختش داده بوده کشته میشه و وقتی کشته میشه آقای خمینی عمه‌ای داشته که بچه هم نداشته و این عمه بسیار قدرتمند و بسیار شقی و دیکتاتور بوده به طوری که یکی از کارگرای خونه‌ش یه روزی به علت خطایی که کرده بوده مثل که از طبقه دوم خونه میندازه پایین، اون عمه، خودش هم بچه نداشته. بعد از اینکه پدر آقای خمینی از بین میره و خب تو جوامع سنتی مادر هیچ کاره است، بعد این عمه میاد جانشین پدر میشه و خانواده رو کنترلش رو در دست میگیره. اگر یادتون باشه در اوائل انقلاب از آقای خمینی یه سوالی کردن که نسبت به مادرتون چه احساسی داری؟ گفت نه مادرم رو به یاد میارم نه احساسی دارم. درست میگه. گفت ولی منو ننه خاور بزرگ کرده. درست میگه. ننه خاور زن اسبچی سورچی پدر آقای خمینی بود که اون هم در همون درگیری همراه با پدر آقای خمینی کشته شده بود و ننه خاور همسر اون بود که تو خونه تحت چه شرایطی میشه مادر آقای خمینی یا دایه آقای خمینی عمه حکم میکنه که خانوم آقای خمینی، مادر آقای خمینی یعنی زن برادرش حکم میکنه عمه خانوم او و آیت الله پسندیده برادر بزرگتر و یک برادر دیگه همراه با عمه خانوم
میان از چیز، از خمینی میان در تهران زمان مثلی که ممدلی شاه بوده یا نمیدونم کدوم شاه قاجار آخریا بوده نمیدونم، میان اونجا و در دفتر نخست وزیری چادر میزنه، چون اون موقعی که داشتن به اصطلاح برادرش رو میشستن دستش رو به خون برادر میزنه و میزنه به لباس یا قنداق یا هر چیه آقای خمینی و قسم میخوره که برادر انتقام خونتو میگیرن. این عمه خانم. بعد میان دو سال تو تهران میشینن تا حکم اعدام اون کسی که برادر رو کشته بوده میگیرن و وای میسته و تماشا میکنه دار زدن اونو. بعد برمیگرد تو این دو سال آقای خمینی در بحبوهی سه یا تاکینگ باد ابندمنت تو هواپیما گفتن راجب ایران چه اسمی داره؟ هیچ. درست میگه سکیتزوید. اینا از نظر عاطفی میرن تو خودشون دیگه با دنیا قطع رابطه میکنن، در تخیلات خودشون. حالا مال ایشون عرفان بود و نمیدونم محی الدین ابن عربی بود. بنابراین اینم از ضربه های آقای خمینی. من راجب آقای خامنه‌ای هیچی نخوندم، چون در سالهایی که ایشون کار هستم من این بر بودم و اطلاعات حالا به یمن و برکت کاگبه اطلاعات ایشون هم زیاد بیرون در نمی کنه. ولی به هر حال چهره های شناخت آقای پوتین، آقای پوتین مادرش در فقر بسیار شدید به سر می برده، به طوری که پوتین در یه جایی در مصاحبه در خاطراتش گفته یادش نمیاد تا 11 سالگی اینا آب گرم داشتن در روسیه و بعد پدرش هم تو جنگ کشته شده بوده و مادرم در اثر فقر اینو میده به یکی از این مثل شیرخوارگاه نه مثل این خانه چیزا یتیم خونه هایی که دولت اداره میکنه و اینا رو بزرگ میکنه و اینا، که بعدم از اونجا وارد کاگبه میشه، یعنی میشه ابزاری وارد کاگبه میشه. تو کاگبه هم یه آدم خیلی پایینی بوده، خیلی همه فکر میکنن که خیلی میترسیده، از همه وحشت داشته. شما میدونید پوتین در هیچ کدام از کنفرانس های جهانی آبم نمیخوره. اگه یادتون باشه یه بار کنار پاش خانم مرکر علی سگ میترسی، هی اینجوری میکرد این سگ، اون سگی هست که آقای پوتین ازش جدا نمیشه و سگیه که به اون امنیت میده. شما فکر کنید این آدمی که فکر میکنن دنیا رو داره میچرخونه مثل یه بچه دو ساله در پناه یه سگ احساس امنیت میکنه. بنابراین وقتی این مسائل رو خوندم یاد اون آقای افتادم که گفت که اگه کپسول میخواستن یه قرص میخواستن بدم به جمعیتی که وای میستن و فکر میکنن این قول مقوایی چه موجود عظیمی و یه روز عکسش رو تو ماه میبینن و روشش رو لای قرآن میبینن و هرچی از این کارا میکنن، این موجود چقدر حقیر، ترسیده، مفلوک، بی ارتباط و بی اعتماد به دیگران. یکی از ابزار احساس امنیت تو دنیا میدونین چیه؟ کنکشن. هیچ وقت فکر کردی ما تو ایران تا موقعی که الان، البته الان دیگه عوض شده، گلوبالیسم همه چی رو عوض کرده، این موقعی تو ایران شما میدین اصلا هیچ کس تو ایران اسم بیمه عمر نمی آورد، اصلا هیچ کس نمیگفت من پیر میشم چی میشه. من یادم تو خونه خود ما حداقل سه تا پیر خانواده تو خونه خود ما تا 100 سالگی 97 سالگی زندگی میکردن و میچرخیدن. امنیت یعنی این، یعنی کنکشن آدما و حس وفاداری آدما به هم به آدم یه امنیت درونی بده که من وا نمیمونم. در روز سختی یه دستی هست که دست منو بگیره. خب این تو فرهنگ کلکتیویستیک، فرهنگ جمع‌گرا یه ثروت عاطفیه، ولی تو فرهنگ‌های فردگرا این ثروت گرفته شده. جاش چی ثروت میده؟ من یادم هست که موقعی که دکترامونو میگرفتیم پدرم اومد اینجا برای مراسم ما
من هفته بودم توی حموم دوش بگیرم، یهو دخترم اومدش گفتش که مامی در میزنن و بابا doesn't understand، این مردی که دم دره، چون پدر من انگلیسی نمیدونست، یه خود فرانسه میدونست ولی انگلیسی اوائلش نمیدونست. بعد من با عجله اومدم بیرون از حموم و اینا، گفتم که به این آقایی گفتم چیه؟ نگفت من میخواستم یه چیزی رو اینتردیوز کنم. اینا گفتم بیا تو. اومد تو آپارتمان، دو تا کیف انقدری دستش بود و اینا، اومدش و بعد دیدم که اومده قبر میفروشه، قبر و تابوت و این چیزا میفروشه. بعد پدرم گفت چی میگه؟ از شکل این تابوت ها و اینا فهمید؟ گفت چی میگه اینجا؟ گفت بیرونش کن، بیرونش کن. اینم شد گور بابات پوشو برو، آدم ها زنده این اومده داره تابوت میفروشه و فلان. یعنی براش عجیب بود که این مسئله. یا یه بار دیگه تو کاسکو داشتیم رد میشنیم، تو کاسکو قبر میفروختن، چی؟ تابوت میفروختن، کسکه میفروختن. و پدرم گفت من دیگه اینجا نمیام خرید. آخه این هم شد مغازه، هم غذا میفروشه هم تابوت میفروشه. یعنی یه تفاوت‌های اینجوری تو فرهنگ اندیویجوالیستیک پیدا شده اومده. خب اینا رو بذاریم کنار، چون من دلم می‌خواد یه مقداری وقت بذارم برای اینکه شما بتونین سوال و جواب بکنین. خودشیفته و سوسیوپات با دیدن نشانه‌های صبر و یا تحمل از جانب دیگران قلدرتر میشن. این اون چیزیه که باید در نظر بگیریم. رفتار دیکتاتور به طور کلی توسل به زور و هزار حقبازی برای تسخیر و حفظ قدرت سیاسی و نظامی داره و روش‌هاش هم تحریک، تخریب رقیب و ایجاد کیاس، بلبشو، هرج و مرج برای اینکه جامعه قدرت تفکر و نتیجه گیریش رو از دست بده. از روش هایی مثل ترور، ایجاد رعب و وحشت، سرکوب کردن حقوق شهروندی و ایجاد طبقه خاکستری و بیتفاوت برای کشتن امکان خیزش‌های عمومی. این روش‌هایی که به اصطلاح استفاده می‌کنه. رهبران دیکتاتور چه به صورت کالت باشن، یعنی ایدئولوژی داشته باشن، و چه فقط حکومتی و سیاسی باشن، اولا اکثرا مرد هستن. مثلا از 50 رهبر کالت در دنیا فقط یک زن وجود داره، ولی خودشیفتگی در میان زنان نمیگوییم که نیست، ولی نسبت آن به شدت فرق داره. یکی از دلایلش اینه که چه بخواهیم چه نخواهیم، زنا به دلیل بیولوژیکی دارای امپاتی بیشتری هستن و دیکتاتور باید امپاتی یا کنکشن دل با دل، حس با حس نداشته باشه. خودشیفته بدخیم در انزوا از دیگران و تنها ماندن چنان دردی رو تجربه میکنه که حس تعلقش رو به هر چیز و هر کسی از دست میده. قدرت تفکر جمعی نداره و این یکی از دلایلی هست که وقتی در خطر از دست دادن قدرتش قرار میگیره، آمار خودکشی در میان این افراد بسیار بالاست، بسیار بالاست. یکی از مواردی که به اصطلاح دیکتاتورها قدرت خودشون رو جمع نگه میدارن این هست که توهمی از قدرت رو در خودشون، گفتیم به اون دلیل گراندیوسیتی، امنیپوتنسی، انکار واقعیات
در خودشون این قدرت و شبکه‌های حفاظتی و پلیسی یه همچین قدرتی رو اول برای خودشون فکر میکنن دارن و بعد این قدرت رو به نوعی به نمایش میگذارن که افراد ضعیف البنیه به خصوص اونهایی که استقلال فکری ندارن، هویت فردی ندارن، فکر میکنن امترین جای زندگی اینه که به لشکر اینا بپیوندن. میشه خیل حزب الله، رهبر فقط روح الله، حزبم فقط حزب الله. و جالب این هست که اگر نیروی مقابل این دیکتاتورها، مثلا در آمریکا نهادهای به خاطر استقلال به اصطلاح قضات و نیروی قوه قضائیه در آمریکا، الان همین آقای ترامپ با این همه اولدورم بولدورم هایی که داره باید یاد بشینه اینجوری و اونجا یه قاضی، یه وکیل، یه دجوری ازش سوال جواب کنه، چون استقلال قضایی وجود داره. این اتفاق در روسیه نمیفته، در ایران نمیفته، در کره شمالی نمیفته. و توتالیتریان ها تمام تلاششون اینه که دموکراسی ها رو ضعیف کنن، دنیا یه دست بشه. و به همین دلیله که مهم هست که ما بافت روانی دیکتاتور رو بشناسیم و محصور میگن، یعنی سرسپرده و فسینیتد نشیم با این قدرت اینها و بدونیم که اینا قهرمانای مقوایی هستن، همون چیزی که عرصشو اون به اصطلاح آدم. حالا دو سه جمله دیگه میگم بعد میذارم که سوال و جواب کنیم، چون یک دو تا سوال بود در جمع از من کردیم، گفتم سب کنیم تا بیاد نوبتش بشه که همه بشنوند. و اون چند نکته اینه که یکی از بیمارگونترین دستگاه‌های روانی ما انسان‌ها که موجب اختلالات شخصیتی، سادیست ها، سایکوپت ها، نارسیست ها، پرانوید ها که به همه چی مشکوک کرد اینا رو به وجود میاره، سه حس مسمومه، تاکسیک فیلینگ. مهمترینش شیم، شرم. زیربنای روانی این دیکتاتورها شرم در وجودشونه، عمیقا نهادین است، به دلیل همون بیمقداری ها و بیارزشی ها و حقارت هایی که از کودکی دیدن شرم دارن. حالا دومیش فیر، ترس. ترس دارن، از سیاه و سفید میترسن. و سومیش lack of trust، اعتماد نکردن به هیچ کس. در نتیجه موجودات حقیر تنهایی هستن که توقعشون از همه افرادی که در کنارشون هستن اینه که نسبت بهشون 100% وفادار باشن و اگر کوچکترین نشانه ای از استقلال رو ببینن، شما فکر کنید ببینید در زمان 4 سالی که آقای ترامپ رئیس جمهور بود چند تا آدمی که از آدم های نزدیکش بودن عوض کرد، به محض اینکه یه کسی میخواست بگه قربان مسکه اینجا شما اشتباه میکنید، out. خودش هم میگه for me only loyalty works. حالا الان میبینه دوستایی که با هم آبدوغ میخوردن اومدن روبروش نشستن دارن میگن بله به من گفت hide and kill و catch and kill. بنابراین دارن همینطوری میریزن رو پتشو میریزن. حالا چرا اینجا این اتفاق میفته؟ به خاطر دموکراسی که هنوز اینا نتونستن نابود کنن، به خاطر دستگاه استقلال، دستگاه قضایی. در کشور ما چرا این کار دشوار میشه؟
که اینجور بچه های عزیز ما رو از بین میبرن و بعد طبقه خاکستری قشر بیتفاوت زیاد میشه. هر که میگه نون پنیر خود تو بخور با بقیه کارا کار نداشته بود. این خوراک یا بهشت دیکتاتور. بهشت دیکتاتور اینه که دنیا جامعه تبدیل بشه به طرفداران من و قشر خاکستری. کسی دیگه نباشه. دمشون گرد. بچه هایی که با نترسی نشون دادن که خاکستری خاکستری هم نیست جامعه هنوز. این سه تا شرم و ترس و به اصطلاح بی‌اعتمادی درست خوراکیه که دیکتاتور به جامعه پروجکت میکنه، فرافکنی میکنه، خجالت زده میخواد بکنه. چهار قد سرت بی حیا فلان خجالت زده میخواد بکنه. خب نمیدونم آسینت تا اینجاست فاسدی، مفسد فعل ارزی، شرم و شرم درونی خودشو میخواد بریزه تو جامعه. الکل خوردی شلاقت باید بزنم. البته تقصیر ما هم هستا، ما تاریخمون رو نخونده بودیم. بیچاره 800 سال پیش حافظ میگه واعظان که این جمله در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. پرسشی دارم ز پیر نمام چی من دانشمند مجلس باز بود، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن؟ حالا داریم میبینیم دیگه، خوش به حال میدی، خوش به حالمون که در عصر میدیا هستیم. میبینیم تمام دختراشون کجا هستن و چه میکنن، پسراشون چه میکنن. بنابراین شرمشو میخواد بریزه رو جامعه، بعد ترسشو میخواد بریزه تو جامعه و میبینیم که این کارو میکنه. بعد میستراستشو، بیعتمادیشو میخواد بریزه تو جامعه. بعد برای این خب مغزای متفکر، روانشناسای کاگبه، روانشناسای سیایه به دادشون هم میرسن، تو جمعیت مبارز عوامل نفوذی میندازن. ما در اورنج کانتی در این تظاهرات محساب و اینا، تظاهراتی که بود میرفتیم و اینا، نه قبل از اون بود، 88 تظاهرات سال 88 برای انتخابات احمدی نژاد، وقتی میرفتیم تو خیابون واقعا در اورنج کانتی جمعیت 6-7-8 هزار نفری میومد تو خیابون. بعد همه آروم میرفتن. به محض اینکه CNN میومد ماشینش یا CBS ماشینش میومد، ما نمیدونیم از کجا یهو 7-8-10 تا خانوم با شورت واقعا خیلی 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 خیلی, خیلی کوتاه، با کرست و آرایش عجیب و غریب، یه دونه چیز پلاکارد تو دستشون، نه به جمهوری اسلامی، میرفتن جلوی CNN. ما آخر متوجه شدیم اینا از عناصر نفوذی هستن، میخوان بیان برای فیلم‌ها و مردم ایران و اون کسانی که یه ایمانی دارن و هنوز فکر میکنن یه حکومت اسلامیه. نمیدونن چرا حکومت اسلامی، چرا با دو تا کشور، با سه تا کشور دوست، هر سه تاشون هم کمونیستن، شوروی و چین و کره شمالی، بعد با کشورهای اسلامی لجی، با عربستان دعوا داره، با نمیدونم عمان دعوا داره، با نمیدونم عراق دعوا داشت. حالا بنابراین اینا عوامل نفوذی هست و همینطوری شما یک کار دیگه ای که میکنن تمام مدت میگن ها. من حالا دیگه برام اهمیت نداره، من یه بار لندن یه کنفرانس داشتم، سخنرانی داشتم، بعد تو دانشگاه تو کتابخانه کنزینگتون گرفته بودن این سخنرانی. بعد یه مو من دیدم برگزار کنندگان که انجمن روانشناسان لندن بودن، اومدم دیدم براشفته، خیلی ناراحتم و فلان اینا بودن. گفت یه دی واسه دم در میگن که این خانم که میخواد سخنرانی کنه فرستاده جمهوری اسلامیه.
فکر کنید، یعنی الان شما خودتون هر کی که نگاه میکنه میترسید، نمیدونی مال جمهوری اسلامیه یا نیست. من آخر یه چیزی تو اورنج کانتی گفتم به این جمعیت، گفتم ببین مال جمهوری اسلامی یا غیر جمهوری اسلامی، مادامی که اون حرفی که در مسیر آزادسازی ایرانه داره میزنه شما همکاری کنید، ولی وقتی دیدین داره جاده خاکی میزنه اون وقت بفهمین که چی. وقتی شورت کوتاه میپوشه با بیکینی میاد تو خیابون جلو سی ان ان وای میسه میگه نه به جمهوری اسلامی، اون وقت بفهمین این نیست، چون ما ها که اینجا شورت و بیکینی رو نمیریم که. بنابراین مسئله فرافکنی شرم، فرافکنی ترس و ایجاد عدم اعتماد و ناباوری به تمام گروه ها و تمام افرادی که اتحادشون میتونه دیکتاتور رو بترسونه و بلرزونه. این ساختار و زیربنای روانی دیکتاتور بود. حالا یه بار یکی از دوستان تو یه جایی من سخنرانی میکردم، فکر میکنم کالیفرنیا شمالی بود، برگشت گفتش که خب دکتر فرمودی آدم چطور باید بشه آدم از دست دیکتاتور راحت بشه؟ گفتم والا راحت ترینش این که خدا مرگشون بده، ولیکن تا مادامی که ما نشناسیم که چه چیزی سبب به وجود ظهور دیکتاتور میشه و چه چیزی باعث میشه که دیکتاتور پرست ها به وجود بیان، تا وقتی اینو نشناسیم یکی میره یک دیگه میاد. حالا واقعا ولی اگر از من بپرسین علاج این مسئله چیه، همونطوری که من در سال 1993 گفتم دین من به ایران اینه که شیوه سلامت کودک پروری رو آموزش بده و آرزوم اینه تا نفسی هست اگر ایران آزاد بشه من برم و یه تعدادی جوون رو با شیوه پرورش صحیح کودک به عنوان مربی تربیت کنم که در روستاهای ایران در مناطق مختلف ایران بتونن کودکان با استقلال و عزت نفس پرورش بدن. حالا یه چیزی رو بگم با خانم آناهیتا که اینجا هستم برای کودکان کار، من داشتم اسناد و مدارکی رو اتفاقا سرجون من یه سری مقاله های منو نگاه میکنه و دوست داره میگه اینا مقاله های خوبی و اینا نگاه میکرده، من یکو یه دونه نامه پیدا کردم 21 سال پیش از خانم مشایخ که نوشته بودن ممنون که کلیه درآمدهای ناشی از فروش الفبای بهداشت روان کودک در ایران رو به کودکان کار اختصاص. اصلا یادم نبود، میدونستم خانم مشایخ رو میشناسم ولی اصلا. حالا گفتم این نامه رو بدم به شما تو آرکایوتون نگه دارید. به هر حال کودک پروری مادری و پدری سلامت، پرورش یک نسل برومند، نسل مستقل، نسلی که نه نوکر باشه نه بخواد نوکر بگیره، نه بخواد سلطه‌جو باشه نه بخواد زیر سلطه کسی بره، و این رمز موفقیت اون سرزمینه. ولی یادتون نره از همین امشب یه قرصی که اون آقا داد بخورید. دیکتاتور نه باهوشه، نه قدرتمنده، نه غیر قابل مغلوب شدنه. دیکتاتور یک ترسیده، مفلوکه، ذلیله، بیماره که موفق شده یا به کمک یه عده‌ای یا با حمایت یه عده‌ای فی مدت معلومه و فی مبلغ معلومه تو کاخی که وایستاده وایسته، آخرش هم سرنگونه. و سلام شد تمام. ایشون لطف کردن پذیرفتن که از چند تا از سوالای ما پاسخ بدن. اگه لطف می‌کنید دستتون بلند کنید من بلندگو میارم و در ضمن ازتون خواهش میکنیم که
سوال‌های کوتاه بکنید و از اظهار نظر اجتناب بکنید. خیلی متشکرم. با تشکر از خانم